در فرهنگ آمریکایی ورزش تنها یک سرگرمی نیست. ورزش راهیه برای فرار از واقعیت‌ها، دردها و سردرگمی‌ها. در سرزمین آزادی، ورزشکاران نه تنها برای خودشون، بلکه برای حفظ و همبستگی رویای میلیون‌ها انسان دیگه است که می‌جنگند. امروز داستان بزرگی داریم از اراده پولادین ابرمردی که آزادی‌ها و رویاهاش رو در سرزمین فوتبال به دست آورد. این گفتگوی صمیمانه و بی‌پرده مکس امینی است با شار پوردانش، مردی که هنرش مردان جنگیدنه. شار بازیکن فوتبال NFL آمریکایی، اصل و اصالت ایرانی. مرسی که وقت به من دادی که مصاحبه بکنیم با هم. خیلی ممنون که به این اپورتونیتی به من دادی که بتونم یک ذره راجع به خودم بیشتر حرف بزنم، راجع به بغیر از چیزای فوتبال. داستان زندگی تو خیلی دوست دارم و خیلی خوشحال شدم که بتونم این داستان رو با همه به شراکت بگذارم. دوست دارم برگردیم بریم روزهای اول زندگیت. پدر من اولین کسی بود که دانشگاه رفت تو فامیلش و پدر خود اون دو سالش بود فوت کرده بود. طوری بود که موقعی که پدر بزرگم فوت کرد، پدر من 6 سالگی مجبور شد بره کار کنه که بتونه پول واسه فامیلش و خواهرش و مادرش در بیاره، اینا بتونن زندگی کنن. تو کار کواشی میکرد. 6 سالش بود. 11 سالش بود مغازه خودش رو باز کرد. 13 سالش بود کارگر استخدام کرد و تونست بره مدرسه. از 13 سالگی تا 24 سالگی مدرسه رفت، تا جایی که تازه دو تا فوق لیسانس گرفت. سخت‌کوشی پدر شار اون رو به مقام معاونت وزارت بهداری ایران رسوند، جایی که موفق شد تا برای فرزندانش زندگی رو فراهم کنه که از خودش دریغ شده بود، گرچه این آسایش پایدار نبود. چند سالت بود که وقتی که تصمیم گرفت خانواده مهاجرت بکنیم؟ من 8 سالم بود. 1978 بود که انقلاب شروع شد. اون طرفای یادم نمیاد دقیقاً 8 سالم بود. 9 سالم هنوز نشده بود. این زندگی ما که داشتیم توی 1970s یک دفعه یه روزه تموم شد. بلند شد رفت که پدرم گفت که ما بهتره که بریم بیرون تا ببینیم چی میشه. چون نمیدونستیم چی خواهد شد. اول پدرم خواهرم آورد آمریکا، بعد اومد برگرده من و مامانم رو بیاره که گرانگیری شد که کنسول نبود که ما بتونیم بیایم آمریکا. و به جای اینکه صبر کنه نمیم یه حسی بهش داد که من بیا بریم. گفت من یادم به مامانم گفت بیا بریم. مامانم میگفت کجا بریم؟ میگفت ما باید بریم. جایی هم نداشتیم که بریم. گفت من از هر کشور اروپا میرم اونجا، میرم یک کنسول آمریکا که بتونم فامیلمو برسونم به آمریکا. یه حسی داشت که بگه ما بیایم بیرون و این حسش خیلی درست بود، چون که من یادم ما رسیدیم فرانکفورت و من نمیدونم دقیقاً چه روزی ما از ایران اومدیم بیرون، ولی این یادمه که ما رسیدیم فرانکفورت که از ما پرسیدن شما از کجایین، ما گفتیم از ایرانیم. یه جایی نشسته بودیم روی رستوران، گفتیم ما از ایرانیم، گفتن که ایران جنگه. گفتم ایران جنگی نیست، چی میگی؟ ما تازه از ایران اومدیم. گفت نه، ایران جنگ شروع شده، که فهمیدیم ما چی هواپیما بودیم، جنگ شروع شده. یادم رفتیم ژنو سوئیس، رسیدیم اونجا و اونجا تقریبا واسه 8 ماه 9 ماه ما از این کشور به اون کشور، 3 هفته این شهر، 3 هفته اون شهر دیگه. توی یادم میاد من تو هتل داشتم زندگی میکردیم و پدرم تونست یک ذره پول بیاره بیرون، یه طوری تونستیم یه پولی بیاریم بیرون که مثلا واسه 1 سال بتونیم زندگی کنیم از این شهر به اون شهر که بریم کنسول، و تمام کنسولا میگفتن نه. خیلی پدر من از خیلی کارهای کرده که افتخار میکنم. من یادم میاد که تو آلمان بودیم، تو آلمان تو هامبورگ بودیم، خیلی از اون دوستا که با بچه‌هاشون اومده بودن برگشتن ایران، چون میگفتن ما ایران حداقل کشورمونه، پول داریم، خونه داریم، اینا داریم.
من یادم میاد که پدر من گفت من نون میذارم تو نون بخورم و بدون خونه تو خیابون زندگی میکنم که بتونم بچه هام توی آزادی بتونن درس بخونن و جلو برن. چیزی که حرف پدر من زد. من اینو هیچ وقت یادم نمیاد. تهیه ویزای آمریکا برای خانواده پوردانش بسیار زمانگیر شد. شار به ناچار در آلمان غربی به مدرسه فرستاده شد بی اینکه بدون تحصیل در این کشور چه هدیه ناخواسته‌ای برای اون داشت. شار در هامبورگ به یادگیری فوتبال مشغول شد، چیزی که سرعت و چابکی بهش بخشید. در این بین و پس از گذشت 2 سال، سرانجام پدر شار موفق به گرفتن ویزای آمریکا شد. رفت برلین و برگشت اومد گفت لباسا رو جمع کن، ویزا گرفتم که بریم آمریکا. همونجا وسط مدرسه همون هفته منو کشید بیرون، اومدیم آمریکا. خوشحال بودی؟ خوشحال بودم چون که می‌خواستم خواهرام رو ببینم، می‌خواستم فامیلیمون یکی باشه. ناراحت بودم چون که دوست رفیق پیدا کرده بودم. خیلی واسه من سخت بود که بتونم تو اون اجتماع آلمان جا بیافتم. خیلی خیلی سخت بود واسه من که تو آلمان، مخصوصا شمال آلمان، اونجا فوتبال شروع کردم، فوتبال ساکر بازی می‌کردم، دوست و رفیق داشتم. ببین سخت بود واسه من، یه 6 ماهه 1 سالی سختی کشیدم، طول بکشه زبون رو یاد بگیرم بتونم برم تو اجتماع اینا. آمریکا رو به چه چشمی می‌دیدی؟ من آمریکا رو به چشم جان وین می‌دیدم. محبوب ترین کابوی و اسبای. آره 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 آره. محبوب ترین هنرپیشه اون موقع واسه من جان وین بود. و بعد شما رسیدی روز اول تو لس آنجلس، چه حسی داشتی؟ که فاینالی که آمریکا. یادم داشتم تو فریوی میرفتیم که اصلا ترافیک رو میدارم، اصلا گفت یادم صورت من به شیشه ماشین بود، هی داشتم نگاه میکردم. سرانجام شار به سرزمین رویاها رسید، اما واقعیتی که در انتظار خانواده مهاجر او بود واقعی تر و گزنده تر از تصاویری بود که فیلم ها نویدش را میدادند. مادر من سوپروایزر نرسای توی تهران بود و اومد اینجا کار نرس ایدی انجام داد. نرس ایدی به فارسی میشه کمکدار نرس، که بله. ساعتی 6 دلار می ساخت. پرستاری. ساعتی 6 دلار می ساخت که هفته 70-80 ساعت کار میکرد که خواهرای من بتونن مدرسه برن، دانشگاه برن. و پدر من اومد اینجا، پدر من که توی وزارت بهداری کار میکرد که اینقدر پول داشت، تنها کاری که تونست انجام بده که بره تاکسی برونه. غرورش رو گذاشت کنار و رفت واسه فامیلش کار کنه. خیلی کار قویه که این کار رو بتونی بکنی که بری تاکسی برونی که چه که بچهات و دخترات و پسرات بتونن مدرسه برن. من یادم، من از سال 86 که پدرم اومد اینجا تا موقعی که رفتم دانشگاه توی رینو، تو اون 2 سال من پدرم رو 4 شنبه‌ها می‌دیدم و 1 شنبه‌ها، و من پدرم رو کم دیدم. گروگانگیری سفارت ایالات متحده در ایران شرایط دشوار و پیچیده ای رو برای ایرانیان مقیم آمریکا رقم زده بود و شار و خانوادش از این ناملایمات بی بهره نبودند. بار این سختی بر شانه های شار کوچک آنچنان سهمگین بود که اون رو درگیر بحران هویتی عمیقی کرد. اولاش که میگفتم که من چون آلمانیم خیلی خوب بود، میگفتم من آلمانیم. شروع کردم دروغ گفتن که من آلمانی ام، ولی قیافم آلمانی که نمیاد. و میگفتم آره من مادرم آلمانیه، پدرم ایرانی، واسه همین اسمم اینه. که بعداً دیدم که نه، فرقی نمیکنه، همون اسم ایرانی رو میگفتم اوضاع مشکل داشت. چند سالت بود اون موقع؟ من اونجا سال 1983 13 سالم بود. 13 سال بود اومدی آمریکا و همش بچه ها اذیت میکردن. من کلاس 8م و کلاس 9م اگه بگم هفته دو بار کتککاری میشد، کم میگم. و کتککاری یکی به یکی نبود، 3-4 تا 5 نفر، یه موقع 20 نفر پریدن روم. اصلا اون وقت توی این دبیرستانی که اومدی و میخواستی جا بیفتی، چی شد که یواش یواش تونستی دوست پیدا بکنی؟ این مرحله رو چرختی گذروندی؟ این کار فوتبال بود.
خشونت و فوتبال آمریکایی در هم به شدت تنیده شدند. شار که از این فرهنگ به دور بود، تمام خشم و سرخوردگیش رو معطوف فوتبال کرد و این زمین سبز و بزرگ فوتبال بود که زندگی و روحش رو نجات داد. I'm digging through the footage today of you as a Redskin. Yeah, yeah. Okay, and I come across you in a fight in training camp in 1997. Which one? گرچه برای اینکه شار از اون نوجوان معصوم به حریفی جان سخت مبدل بشه راه طولانی در پیش بود، اما فوتبال بود که به اون آموخت زندگی یک نبرده. فوتبال خیلی کمکت کرد که جا بیافتی تو آمریکا، دوست پیدا بکنی. یه ذره برای ما تعریف کن که چجور این فرهنگ فوتبال اینقدر باعث شد که من کلاس دهم که رسیدم که رفتم تو تیم فوتبال، یادم میاد تازه موقعی بود که تازه پدرم از ایران اومده بود. پدر من موقعی که ما 83 اومدیم اینجا، پدر من با مادر منو گذاشتن با خواهرام که برن ایران پول بیارن. رفت که بره ایران پول بیاره بیرون، دیگه اونجا افتاد واسه 3 سال. مادرم تونست بیاد برگرده، ولی من پدرمو دیگه ندیدم تا سال 1986. و موقعی که اون تونست برگرده بیاد اینجا، واسه من یه ساعت طلا آورده بود و این ساعت طلا خیلی واسه من ارزشی داشت. خوشحال بودم از این ساعت و نشسته بودم توی کلاس، 3-4 نفر اومدن به من گفتم بیا بیرون. اصلا نگران نبودی که چه اتفاقی میخواد بشه برات تو دعوا و اینا؟ اینقدر دعوا کرده بودی، عادت کرده بودی. آره واقعا عادت کرده بودم و یادم رو زمین بودم، هی میخواستم این ساعت رو در بیارم. اینا هی دارن لحد میزنن و مشت میزنن، منم میخوام این ساعت رو در بیارم. یکی از این لغت ها خورد به ساعت، ساعت داغون شد که من دیوونه شدم. منم بزرگترینش رو گرفتم، رفتم پایین. یادم همیشه کار من این بود که بزرگترین رو بردارم بزنم و کتکای دیگر هم بخورم. بعد از من بگم 5-6 تا لغت، یه لغت نیومد که گفتم این لغت چرا نیومد؟ من منتظر لغت بودم. و نگاه کردم اون کسی که داشت من لغت میزد پرتش کرد، پرواز کرد روستا. هم دیدم دوتا از تیمیت هم فوتبالیست ها اونجا بایستان، گفتن تموم شد این کار، این دعواهای 5-1 10-1 تموم شده، اگه میخوایم با این دعوا کنین 1-1. و اون آخرین باری بود که من دعوام شد تو اون مدرسه. و ممکنه واسه همین من اینقدر فوتبال واسه من عزیزه، واسه این احساس تیم که واقعا قشنگترین. همیشه به من مردم میگن، میگن از تو فوتبال what do you miss، چی دلتنگی واسه فوتبال چیه؟ من همیشه میگم دلتنگی من واسه بازیش که هست، ولی واسه اون تیمی، اون تیمی که با هم دیگه یکی، اون برادرای من رو زمین، اون واسه من خیلی مهمه. چون از اون اولین سالی که من فوتبال بازی کردم اونا واسه من اونجا بودن. ورود شار به ورزش فوتبال بسیار اتفاقی بود. برای مربیان دبیرستان این مهم نبود که اون بی تجربه است. جسه بزرگ و قوی شار نوید یک بازیکن ذاتی رو میداد. بازی فوتبال هم زیاد خوب نبود، چون اون موقعی که من 15 سالم بود داشتم با اینا فوتبال بازی میکردم، خیلی از اون از 7 سالگی داشتم بازی میکردم. و خیلی جالب بود چون بزرگ بودم، منو گذاشتن تو خط حمله. و یادم هیچ وقت یادم نمیاد به من گفتن on this play you do this. منم گفتم play چیه؟ play اصلا؟ بعد گفت تو این کار، تو این بازی، تو این play you have to go get the linebacker. تو باید بری linebacker رو بزنی. منم نمیدونستم linebacker پوزیشن فوتبال. من فکر کردم linebacker اسم یک کسیه. منم گفتم یادم نمیاد linebacker، این آقای linebacker کدومه که من باید برم بزنم؟ که بعد به من گفتن نه، linebacker پوزیشنشه، باید بری. من گفتم اوه اوکی. شار به سفارش مربیش به کشتی پرداخت تا هماهنگی بدنی بهتری به دست بیاره، اما عجیب اینه که خیلی سریع کشف کرد که کشتی برخلاف فوتبال چیزی بود که در خونش وجود داشت. شار در کشتی آنچنان پیشرفت کرد که به مقام قهرمانی مسابقات جنوب کالیفرنیا دست یافت و این باعث شد تا تصمیم بگیره کشتی رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنه. از دبیرستان که تموم کردی میخواستی بشی یک کشتیگیر حرفه‌ای، چجوری این عوض شد و رفتی به طرف فوتبال دوباره؟
منو تو رتبه‌های بالاترین سنگین وزن‌ها گذاشته بودن که گفته بودن به من تو بهترین سنگین وزن های اسکول آمریکا هست و یادم می‌خواستم برم اوکلاهوما استیت که اون موقع قهرمانی آمریکا اوکلاهوما استیت خیلی بهترین یکی از بهترین مدرسه‌ها بود که من به اوکلاهوما استیت گفته بودم دارم میرم اونجا کشتی بگیرم که برم اونجا هم درس بخونم هم کشتیگیر بشم. شانسی تیم نوادا که تیم کوچولوی یونیورسیتی آف نوادا که تیم کوچولوی فوتبال و نمیتونن برن بهترین بازیکن‌ها رو بگن، اینا باید برن بازیکنایی که دیده نشدن و اینا رو پیدا کنن که بیان واسهشون بازی کنن. شانسی تیم نوادا داشت یه بازی دیگر رو نگاه می‌کرد، یه بازیکن دیگر رو نگاه می‌کرد. شانسی من تو این فیلم بودم و اینو به من مربیم گفت، گفت ما داشتیم این بازیکن رو نگاه می‌کردیم، یک دفعه دیدیم یه پسر 2 متری داره میدوئه. فقط میدوئه، هیچ کس هم نزدم. یا گفت هیچ کس هم، یک کس هم نزدم که خیلی واسه فوتبال بده که فقط بدوئه. کوچ مربی نوادا گفت این بازیکن کجا از کجا میره؟ گفتن نه این بازیکن فوتبال نیست. گفت نه چرا، من اینو میخوام. اومدن منو توی زمان کشتی هم بود، اومدن منو تو کشتی نگاه کنن. یکی از مربی ها رو فرستادن. تازه شانسم اومد روی زمانی بود که یکی از برزده، یکی از بهترین کشتیگیرای توی آمریکا داشتن برزده اون میرفتن. بگم 1500 نفرم اونجا بودن، خیلی خیلی قوقا شده بود، چه یه اتمسفر. یه یادم به من اینو ضربه فنی کردمش و دیوونه شدن مردم، ریختن پایین. این منو دید گفت شما باید اینو بیارین اینجا. گفت این 210 پونده داره برازده 260 پوندی ها کشتی میگیره و باید اینو ببینیم. از بهم زنگ زدن گفتم بیا واسه ما فوتبال بازی کن. منم گفتم ببخشید من دارم میرم اوکلاهوما کشتی بگیرم. اینو که بهشون گفتن همه بلند شدن اومدن خونه ما. یادم اومد خونه ما با ماما بابام حرف بزنن، با من حرف بزنن که یه طوری به من بگن که من برم نوادا. و یادم مربی گفت تو چرا میخوای کشتی بگیری؟ کشتی چیه؟ گفتم I'm good at it. گفتم من تو کشتی بازیکن خوبیم، تو فوتبال بدم. بعد نگاه کرد به من و نگاه کرد به ماما بابام، گفت من به دو تا پرامیس میدم. گفت یکی اینه که تو لیسانس تو خواهی گرفت و یکی اینه که یه روز میشینی جلوی من و میخندی که گفتی تو بازیکن فوتبال، تو بازی فوتبال خوب نیستی، تو میتونی بشی یکی از بهترین. شار بر سر دو راهی بزرگی ایستاده بود. این تصمیمی بود که موفقیت یا شکست حتمی آینده اون رو در پیش داشت. مامان من میخواست من کشتی بگیرم، چون خیلی کشتی رو دوست داشت. بابای من به من هیچ وقت نگفت میخواست چیکار کنه، ولی الان میبینم که میخواست من فوتبال بازی کنم. یه روز اومد به هم گفت اوکی، خب گفت پسرم چیکار میخوای بکنی؟ گفتم بابا جان من نمیدونم چیکار کنم. گفت خب بگو بست کیس سناریو واسه کشتی چی خواهد شد؟ گفتم میرم دانشگاه مجانی، پول منو واسه 4-5 سال میدن و لیسانس هم میگیرم. گفت خیلی عالیه. گفت بعد از اون چی؟ گفتم خب بست کیس سناریو میتونم برم المپیکس. گفت به چه افتخاری میشه واسه ما، واسه مردم و اینا. بعد گفت بعد از اون چی؟ گفتم خب میرم کار میگیرم، زندگی میکنم. گفت اوکی، بعد چیز بدی نیست، خیلی عالیه. گفت حالا واسه فوتبال بست کیس سناریو چیه؟ گفتم میرم دانشگاه 5 سال مجانی، لیسانسم. گفت عالی. گفت بعد از اون چی؟ گفتم بست کیس سناریو میرم NFL، میلیونر میشم و پولدار میشم و فوتبال بازم. گفت خیلی عالی میشه، خیلی افتخار. گفت بعد از اون چی؟ گفتم بعد از اون نداره بابا جان، دیگه چیزی نیست، من میرم NFL پولدار میشم، لازم نیست کار کنم. این حرفو که من زدم به فکر اومد، گفت همونجا تلفن رو برداشتم زنگ زدم به مربی نوادا که گفتم من میام نوادا. بعد فکر کردم این بابای من کار خیلی قشنگی کرد، چون نگفت به من چیکار کنم. پیشبینی مربی کهنه‌کار نوادا کاملاً درست بود و شار در فوتبال دانشگاهی به قدری خوش درخشید که کاپیتان تیم شد و در نهایت لقب بهترین بازیکن در تمام مدرسه‌های آمریکا رو در پست خودش به دست آورد. شار چجوری پس از دوران دانشگاه رفتی به طرف NFL؟ حقیقتاً کار راحتی نبود، سخت‌کشی کشیدم. یه کاری که اشتباه کردم این که من زیاد خشن نبودم. من فکر کنم این از ایرانی بودنم و اینا که نمیخواستم مثلا تو فوتبال آدم باید خشن باشه. تو فوتبال یه بازی خشنیه، اصلا یه جنگ. و
من همیشه موقعی که بازی میکردم چه به برزاد بهترین بازیکن بازی میکردم چه برزاد بدترین بازیکن، من کارمو میکردم. من میگفتم من کار خودم انجام میدم، یا کوارتربک رو پروتکت میکنم که هیچ کسی بهش نزنه، یا راهو واسه رانینگ بک باز میکنم که بتونه بوده. هیچ وقت نمیخواستم مثلا کسی که دارم برزادش میرم بزنم داغون کنم، بزنم پایین. مادر پدرشون دارن نگاه میکنن، نمیخوام اینا رو خجالت برم جلوی مادر پدرشون. یا مربیشون به اینا زیاد داد میزنه، آردی میاد بهشون داد میزنه، چون یعنی هیچ وقت نمیباختم، همیشه کارم انجام میدادم و هی جلو میرفتم. و سالها بعدش بود که من فهمیدم که توی پرسونال فایل من توی NFL نوشته بودن که این بازیکن خیلی خوبه کالجه ولی واسه NFL خوب نخواهد بود. چرا؟ چون چه برزده بهترین بازیکن چه برزده بدترین بازیکن فقط با خیلی کم میبره. یعنی اون روحیه مهربونت باعث شد که اونا فکر بکنن که تو بازیکن خوبی نیستی. بازیکن خوبی نیستم که چرا؟ چون اینا اکسپکتیشن داشتن، میگفتن خب برزده خیلی بازیکنهای عالی خوب بازی میکنه، اصلا نمیبازه، ولی برزده اینا باید اصلا داغون کنه، بزنه، بکوبه. و این کار رو من نمیکردم. و موقعی که روز درافت اومد نشستم سب کردم، گفتم دیدم روی تلویزیون دیدم این آقا از این تیم درافت شد، من که از این بهترم، تازه من فرست تیم آل امریکنم، فرست تیم آل کانفرنسم، این تازه سکند تیم آل کانفرنس تو کانفرنس ماست، این چجوری رفته اونجا؟ اینو اسم بعد از اسم بعد از اسم من هی اونجا نشستم، گفتم این هیچ چی انتخاب نکرد، هیچ چی من انتخاب نکرد. گرچه قوانین نانوشته NFL آینده شار رو تیر و تار کردند، اما وقتی آتشی در سینه داری سرانجام دری به روشنایی پیدا می‌کنی. اینجا بود که مربی تیم بالتیمور از شار خواست تا به لیگ فوتبال کانادا بپیونده. فصل جدیدی در زندگی شار آغاز می‌شد. یه مربی بود از دانشگاه بویزی استیت که مربی تیمی بود که ما هر سال برزادشون بازی می‌کردیم. و این به من زنگ زد یه روز، گفت تو چرا تو NFL نیستی؟ گفتم کوچ بازی من خوب نیست. گفت نه، چرا بازی تو خوبه؟ گفتم من اینو میدونم، ولی حقیقتا حرفی که دارن به من میزنه که یعنی بازی من خوب نباید باشه، واسه همین تو NFL نیستم. گفت نه، تو بازی تو خوبه. گفت من سه سال دیدم تو دارید بازیکنای ما رو داغون میکنی. من گفتم منو میخوای؟ گفت آره 100% تو رو میخوام. منو آورد بالتیمور و اونجا دو سال بازی کردم و هیچ وقت یادم نمیره، نشسته بودم و فکر میکردم، میگفتم خب این به اینجا رسیدم، اصلا به فکر زندگی بودم و اینا. و اومد پریمن، گفت من هنوز باورم نمیشه که تو NFL نیستی. تو من میدونم که فقط تو با من دو سال خواهی بود، چون کانترکت من واسه دو سال بود. گفت من میدونم تو توی NFL می. For 41 yards, Will Johnson head to head with Sharp Radonish. شار موقعیت بازی در بالتیمور رو با سخت کوشی به برگ برنده تبدیل کرد و آنچنان در بازی‌های متوالی حریف‌ها را از میدان بدر کرد که بالاخره توسط لیگ قهرمانان NFL دیده شد. حالا مسیر اصلی زندگی اون می‌رفت که در کنار دیگر غول‌های حرفه‌ای لیگ آغاز بشه. سفری پرفراز و نشیب که در قسمت بعدی این برنامه مفصل به اون خواهیم پرداخت. Thank you.